و نه تنها کشورمون بلکه کل منطقه. واقعا عزیزانی که اخبار رو دنبال میکنن و من نمیدونم حالا اخبار کجا رو عزیزان دنبال میکنن، ولی یکی از گرفتاری های بزرگی که ما داریم اینه که رسانه هایی که واقعا حقیقت رو یا واقعیت رو به ما بگن بسیار بسیار نادره. توی برنامه ها من کوششم اینه که در واقع به نوعی آلترناتیو داشته باشیم، یعنی من در عرض هفته تقلا میکنم تو گوشه و کنار، تو تمام سایت‌های اینترنتی میگردم تا اخبار آلترناتیو رو بتونم گیر بیارم که برپایه کل تجربه ای رو که من دارم که کدومش به حقیقت نزدیکتره یا به واقعیت. حقیقت خب البته یه چیزیه که نمیتونیم به طور کامل بهش برسیم، و در نتیجه به حساب کوشش من در برنامه ها اینه. کوشش دیگه من در برنامه ها اینه که ما بتونیم دید جهانی و تاریخی پیدا کنیم، برای اینکه تجربه‌ای که با به هر حال همین از 60 سال پیش من اون موقع در دبیرستان رازی آبادان بودم و 16 سالم بود، اون موقع همه به سال در دوره نوجوانی هم بعد از جنگ دوم جهانی همه ما واقعا سیاسی بودیم و کسی هم که چپ نبود اصلا کسی محلش نمیذاشت، بنابراین هممون چپ بودیم در واقع. من یادم شهر عقب افتاده نیمه فئودال ما موقعی که مثلا حزب توده چیز مراسمی برقرار میکرد با دهل و سرنا و اینا، هر چی جوان شهر بودن تو شهر دارالمؤمنین شوشتر همه به دنبالش و به حساب. ولی خب اون بعد از جنگ دوم جهانی، ولی به هر حال از اون موقع من با چپ به اصطلاح چیز داشتم و کوشش من اینه که ما دید جهانی واقعا پیدا بکنیم، دید تاریخی پیدا بکنیم و دیدی پیدا بکنیم که در این حال دموکراتیک و آزادی خواهانه باشه. در نتیجه به اساس من میخواستم مختصری از این عرض بکنم که کوشش من در این برنامه های هفتگی چی هست. الان موضوع واقعا حمله نظامی به ایران آغاز شده و ما میدونیم که به اصطلاح چطور تمام این دستگاه های ارتباط جمعی دارن طبل جنگ میزن. بنابراین ما باید یک ایده پیدا بکنیم که یک، تاریخ این برخورد بین امریکا در درجه اول و یارانش یعنی اسرائیل و کشورهای اصلی اروپا یعنی اتحادیه اروپا و کشورهای جنوب خلیج فارس یعنی به اسم این اتحادیه عرب در حقیقت یعنی جی سی سی در حقیقت گالف کوآپریشن کانسل یعنی به اسم شورای همکاری که اینا در حقیقت الان اومدن و به اصطلاح دست به دست هم دادن و به اصطلاح دارن ایران رو تهدید میکنن. ما باید ببینیم که تاریخ این چیه، امکان حمله به ایران چیه، و سوم اینه ما به عنوان انسان در درجه اول و بعد به عنوان ایرانی چیکار میتونیم بکنیم که جلوی یک چنین فاجعه ای رو بگیریم. از این جهت راستش من هیچ یادداشتی چیزی نکردم و چیزایی که در ذهنم داره همینجوری خلجان میکنه به قول معروف با عزیزان میخوام چیز بکنم و امیدوارم صحبتم کوتاه باشه و بیشتر به پرسش و پاسخ برسیم. اگه ما بخوایم دید تاریخی پیدا بکنیم، هستن کسانی که فرضاً میگن که مقصر اصلی جمهوری اسلامیه و اگر کسی بگه که اینطور نیست میگن شما طرفدار جمهوری اسلامی هستی. بسیاری از اونایی که این حرفو میزنن ممکنه از راه فرودگاه مهرآباد اومده باشن. خود من که از طریق کوه اومدم و اگه به دست جمهوری اسلامی میفتن الان به قول معروف از رضا خاک بنده یک کوزهی برای شراب نوشیدن درست کرده بودن. بنابراین نمیتونن این برچسب رو به ما بزنن، ولی واقعیت نشون میده که اگر ما تاریخ هم اوضاع جهانی رو در نظر بگیریم و هم اوضاع ایران رو در نظر بگیریم، میبینیم که واقعا تقصیر چی هست و چه کسی پشت این قضایی هست. باز میخوام من این چیز رو بله. بنابراین باید ما تاریخ این قضیه رو دنبال بکنیم و ابتدا باید آغاز بکنیم
از اینکه این سیستم جهانی چگونه عمل میکنه و رابطه این سیستم جهانی که در واقع امریکا در رأسش قرار داره و یاران بسیار نزدیکش رابطه شون با ایران چیه. بنابراین من برمیگردم با اینکه بارها من در برنامه ها اینا رو مطرح کردم، ولی برمیگردم به جنگ جهانی دوم و اینکه بعد از جنگ جهانی دوم اینا برنامه هاشون اصلا چی بوده. بارها من عرض کردم از یه نفر به اسم جورج کنان اسم بردم که این سفیر امریکا در روسیه شوروی اون زمان بوده در حین جنگ دوم جهان، و من بارها عرض کردم که همین جورج کنان بعد از اینکه برگشت از به اسم از روسیه شوروی بعد از جنگ دوم جهانی رئیس پالیسی پلانینگ در وزارت خارجه امریکا شد، که پالیسی پلانینگ در اون زمان فوق‌العاده مهم بود و سیاست‌های کلی امریکا رو تعیین می‌کرد. الان پنتاگون تعیین می‌کنه، یعنی سیاست‌ها از دست دقیقاً وزارت خارجه امریکا گرفته شده و به پنتاگون رفته، ولی اون زمان پالیسی پلانینگ فوق‌العاده پراهمیت بود. همین جورج کنان در سال 1947 مقاله معروفی زیر عنوان آقای ایکس، اسم خودش رو در اون زمان ننوشت، آقای ایکس در مجله فارن افرز که مال به اصطلاح یکی از اتاقهای فکری بسیار معروف در نیویورک هستش که توسط راکفلر، خانواده راکفلر و مورگان به اصطلاح تأسیس شده، به اصطلاح Council on Foreign Relations که مجله در میاره به اسم فارن افرز، که من در برنامه دو برنامه گذشته از آخرین شماره همین فارن افرز نقل قول آوردم که چطور دو تا مقاله مفصل راجع به اینکه چرا به ایران باید حمله بشه تو همین مجله نوشته شده. ولی به هر حال در اون زمان همین آقای جورج کنان در همین شورای به اصطلاح امور خارجی در این مؤسسه بود و بعدش مقاله نوشت که سیاست امریکا بعد از جنگ دوم جهانی چی باید باشه. حالا زمانی که سفیر بوده در روسیه شوروی خودش در بعدش بعد از اینکه به اصطلاح این چیز در دوران پیری بعدش شد به اصطلاح در دپارتمان پولیتیکال اکانومی دانشگاه پرینستون درس میداد و در سن 90 و چند سالگی بالاخره فوت کرد، حالا یا درگذشت. در خاطراتش آخر عمرش نوشت که شخص استالین و روس و به اصطلاح دولت شوروی ازش خواسته که چون ما به همراه همدیگه آلمان نازی رو و فاشیسم رو شکست دادیم، چرا بعد از جنگ در حال صلح با هم زندگی نکنیم؟ پیشنهاد صلح کرده واقعا که ما همین دوستی رو که در بین جنگ دوم جهانی داشتیم همین رو ادامه ببریم. همین جورج کنان که آخر عمرش چنین به اصطلاح اذعان یا اقراری میکنه کسی بود که واقعا تئوریسین جنگ سرد شد و در همون مقالهش توضیح میده، من الان نقل قولهای وسیعی ازش دارم که چطور مسئله ما این نیست که عرصه که صحبت از آزادی بکنیم، دموکراسی بکنیم، خوبی بکنیم و غیره و غیره. ما باید برای حفظ ثروت خودمون و فقر دیگران این شکاف رو باید نگه داریم و با مشت آهنین واقعا باید وارد میدان بشیم. که این برنامه قصد من از رفتن به این و بررسی تاریخ اینه که بعضی از عزیزان هستن مقاله می‌نویسن، مطلب می‌نویسن و ما که این تاریخ رو باز می‌کنیم میگن شما غرب ستیز هستید. آخه کجای ما غرب ستیزه؟ من خودم جز غربگرایی از بچگی غربگرا بودم که در حقیقت شیفته تمدن غرب بودم و الانش هم هستم. بنابراین ما غرب ستیز نیستیم، ما مخالف با سیاست‌های ضد انسانی اینها هستیم که دائم به اصطلاح شاخشونه به این و آن نشون میدن و تمام اینها دنباله یک سیاسته که این سیاست هم پایه‌های اقتصادی داره. برای همینه که من تو برنامه‌ها همیشه تأکید می‌کنم که ما اگر بخوایم به ریشه کل قضایا پی ببریم و بریم باید اقتصاد سیاسی رو مطالعه و به همین دلیل بوده با اینکه رشته اصلی من به هر حال پزشکی بوده ولی از ابتدا واقعا علاقه من توی اقتصاد سیاسی بوده، یعنی به حساب جای کالبد شکافی که به هر حال من تو پاتولوژی بودم و کالبد شکافی
شناسی مثلا بدن انسان همیشه فکر کردم که باید ما جامعه رو کاملاً کافی بکنیم برای که مسائل اجتماعی واقعا و نه فرد به اصطلاح چیزی. در نتیجه به نظر من حالا چرا جورج کنان چرا چنین پیشنهادی میکنه؟ بانک شوروی سابق و دولتش و شخص اکسلن چنین پیشنهادی بهش میکنه، چرا جنگ و ستیز رو از همون ابتدا آغاز میکنه؟ پایه اقتصادی میداره و ما باید اقتصاد این رو بپشتیم. از این جهت که ما باید بنابراین بریم باز عقبتر و ببینیم بحران اقتصادی 1929-33 چی و علت العللش چی بوده. برای اینکه به اصطلاح قبل از اون اینا فکر میکردن که مسائل در دهه 1920 حل کردن، به هیچ گاه دیگه دوچار بحران نخواهند شد تا اکتبر 1929 که به قول معروف به قول خودشون جمعه سیاه پیش میاد و به اصطلاح بورس سهام نیویورک از هم فرو میباشه و بعدش به اصطلاح امریکا ما میدونیم وارد یک دوره بحرانی میشه که از 1929 آغاز میشه، 33 به اوجش میرسه، سال 37-38 به اصطلاح روزولت میاد، هوور میره کنار و روزولت بر سر کار میاد، به اصطلاح یک سلسله سیاست های دیگه رو به اصطلاح چیز میکنه. ما میدونیم که کنفرانسی تشکیل میشه و جان مینارد کینز میاد و برنامه های به اصطلاح کینزی پیاده میشه و برنامه نیو دیل از طرف به اصطلاح روزولت آغاز میشه. منتها این بحران خاتمه پیدا نمیکنه تا زمانی که جنگ دوم جهانی آغاز میشه. همه اینها رو به حساب پیش‌زمینه‌های تاریخی رو عرض می‌کنم که واقعا برسیم به امروز روز. علتش اینه که من اینا رو باز می‌کنم. در واقع بانک برنامه کینز و دولت رفاه تا حدی می‌تونه این بحران رو کاهش بده، ولی به 1937 که می‌رسیم هنوز میزان بیکاری 19%، 33-25% دوباره میره پایین، ولی دوباره سال 1937 به 19% میرسه تا زمانی که جنگ دوم جهانی آغاز میشه. جنگ دوم جهانی اینها ملت امریکا در اون زمان به شدت مخالف با جنگ بوده و اینها دنبال بهانه میگشتن که بتونن وارد جنگ بشن و ما میدونیم داستان پرل هاربر. من تو برنامه ها مفصلا اینو باز کردم که داستان حمله ژاپنی ها به پرل هاربر یعنی در هوایی چی بوده و چطور امریکا دقیقا میدونسته که ژاپنی ها حمله خواهند کرد و پیشبینی کرده بوده و جلوش نگرفت برای اینکه اینا حمله بکنن و بهانه‌ای به دست بیاره برای اینکه وارد جنگ دوم جهانی بشن. دلیل داره باز دلیل اقتصادی داره، برای اینکه متوجه شدن که برنامه نیو دیل هم نمیتونه این مسئله رو حل بکنه و در نتیجه تنها راه نجاتشون جنگه. بازم موقعی که ما صحبت اینا میکنیم بعضی هستن که میگن آره اینا به طور ایدئولوژیک همیشه میگن که به اصطلاح سرمایه‌داری خواهان جنگه. خب این بخشی واقعا بخشی از اصلاً که به همین امروز روز که ما برسیم متوجه میشیم که به اصطلاح دستگاه اون کسی که الان خواهان جنگه و این رو به اصطلاح دامن میزنه اون چیزیه که حتی آیزنهاور موقع نطق خداحافظیش که دیگه خود جنرال چهار ستاره بوده، موقع نطق خداحافظیش در 1961 نطق معروفی داره که میگه ما به اصطلاح یک سیستمی در این کشور به وجود اومده بعد از جنگ دوم جهانی و در حین جنگ دوم جهانی که بهش میگه military industrial complex که به اصطلاح مجتمع نظامی صنعتی و این داره توی جامعه ریشه میگسترونه و قدرتش داره زیاد میشه و نفوذش داره زیاد میشه و اگر ما اجازه بدیم که این ادامه پیدا بکنه دموکراسی ما رو از بین میبره. واقعا این رو من بارها از یه افسر نظامی و افسر به اصطلاح ارتش دیگه امریکا بارها و بارها نقل قول کردم، اندرو بیسویچ که الان تو دانشگاه بوستون درس میده که اون هم نقل قول همین نقل قول مفصل به اصطلاح آیزنهاور رو همیشه میاره و میگه که چطور الان پیشبینی‌هایی رو که آیزنهاور کرده بوده امروز روز ما داریم که چطور به دلیل همین military industrial complex هم پیتریوت اکت اومد تو میدون
هم هوملند سکیوریتی اکت اومد و هم این همین آخریش که در حقیقت در واقع چیزی که اوباما چند وقت پیش امضا کرد اینه که هر کسی حتی تو خود امریکا به اصطلاح با تروریست ها کوچکترین به اصطلاح رابطه ای داشته باشه یا چیزی داشته باشه ارتش امریکا میتونه دستگیرش بکنه و به طور بی‌نهایت در زندان بدون محاکمه بدون وکیل بدون نگه. یعنی منظورم اینه که واقعا دموکراسی امریکا بود. چون من حالا این شانس داشتم که دهه 60 اینجا بودم، تو این کشور بودم و به یاد دارم که چطور اقتصاد اینجا شکوفا بوده، چطور آزادی به دموکراسی واقعا گسترده بوده، چطور به اصطلاح حق تظاهرات و حق به اصطلاح آزادی بیان اصلا قابل مقایسه با امروز روز نبود به دلیل به اصطلاح شکوفایی اقتصادی و دارم با امروز مقایسه. یعنی این شانس رو داشتم که هم دهه 60 اینجا بودم، هم از دهه 80 به بعد اینجا بودم و میتونم مقایسه بکنم و تازه آدم میفهمه که به اصطلاح اون چیزی که پیشبینی کرده بوده ایزنهاور چطور به اصطلاح پیشگویانه واقعا بوده که چطور این میلیتری اندستریال کامپلکس میتونه حالا غیر از جنگ در خارج آزادی‌ها و دموکراسی امریکا رو به این ضربات سختی وارد بکنه. به هر حال می‌خواستم این مقدمه رو عرض بکنم که اینا یه پیش‌زمینه‌های تاریخی داره. یعنی به اصطلاح ما باید بدونیم که تضادی که الان بین فرضاً دولت امریکا و یارانش از این طرف به جمهوری اسلامی وجود داره باید ببینیم ریشه‌هاش در کجاست و جریانش چیه. برمی‌گردیم به دنبال این به اصطلاح عرصت که جورج کنان و تمام تئوری جنگ سردش ما میدونیم که چه اتفاقاتی افتاد. یکی از اولین کودتاهایی که واقعاً با مشت آهنین امریکا در ایران صورت گرفت کودتای 28 مرداد. البته من نمیدونستم که در ونزوئلا 1948 کوشش کردن که کودتا بکنم و کودتا هم کردن در اونجا. ولی ایران در واقع اولین کودتای موفقیت آمیزشون بود که آقای به اصطلاح دانالد ویلبر که به اصطلاح تئوریسین اصلی این کودتا بوده و بعد جزوه بیرون داد در حقیقت آموزش به اصطلاح مأمورین CIA بود که در واقع چطور در جاهای دیگه میتونن کودتا بکنن که سال بعدش 1954 ما میدونیم که در گواتمالا کودتا کردن و آربنز رو که مثل مصدق خودمون بود برش داشتن به یک میلی به اصطلاح چیز نظامی بر سر کار آوردن که از اون موقع به بعد تا الان در کشور چند میلیونی گواتمالا بیش از 20,000 نفر کشته شدن و به قتل رسیدن. و بعدش ما میدونیم که در شیلی چی کار کردن، در اندونزی چی کار کردن، در افریقا لومبا چطور کشته شد. یعنی برنامه یه به اصطلاح جنگ سردی که جورج کنان طرحش و ریخت در همون مقاله معروفش در مجله فارین افرز به تدریج پیاده شد واقعا. و یکی از قربانیان اولیش کشور ما بود که داره. حالا علت اینه که این رو به عزیزان عرض میکنم میخوام مقدمه ای باشه این که چطور جمهوری اسلامی به قدرت رسید در کشور ما. بارها و بارها من گفتم که واقعا قدرت گیری خمینی دنباله 28 مرداد. این حالا من چون به قول معروف یه مقدار آدم سندش که میره بالا و تجربه بهش نشون میده چون من از ابتدا که اینها حتی زمانی که تو زندان بودم من موقعی که دیگه در واقع سال 55 کارتر که اومد سر کار مسئله بسا حقوق بشر رو اینا رو مطرح کرد و یکی از کارهایی که کرد عبارت از این بود که صلیب سرخ باید بیاد و به زندان های ایران سرکشی بکنه. در اون زمان من تو زندان اوین بودم و متوجه شدم که به طور کلی اوضاع زندان داره به هم میخوره. ما رو بردن کلینیک، تمام بدن رو معاینه کردن و من تعجب میکردم. بعدش ما رو جمع کردن بردن در یه جای دیگه، 140 نفر بودیم توی یه به اصطلاح بند دیگه. بازم تا اینکه یه دفعه دیدیم گفتن که به اصطلاح مأمورین صلیب سرخ میخوان بیان و بچه هم اتفاقا من رو انتخاب کردن به عنوان مترجم برای اینکه میدونستم من خارج بودم به اصلا زبان انگلیسی و چیزی و معمولین رو صلیب سرخ اومدم و البته باید گفت که به اصلا برزن خود من با معمول صلیب سرخ تک به تک نشستیم یکی یکی بچه ها رو میوردیم آثار شکنجه رو بهش نشون میدادیم تمام یادداشت میکرد
و در این حال من هم استفاده می‌کردم از اینکه ازش بپرسم چند زندانی سیاسی در این کجا رفتی و داستان خلاصه چیه. اونم یه مقدار اطلاعات به من میدن. ولی به هر حال بعد از اینکه این اتفاق افتاد یه دفعه در زندان‌ها باز شد و گفتن چه کتابایی می‌خواد، چه روزنامه‌ای می‌خواد و خلاصه تمام ساواکی‌ها تبدیل به یه موش آب کشیده شدن. اصلا برای من حیرت‌آور بود. این زمان کارتر بود و بالاخره ما رو آوردن و به اصطلاح کم کم آزادی زندانیان آغاز شد و من از اوین اومدم به قصر که قصر از اونجا می‌بردن و آزاد می‌کرد. حالا این رو که عرض کردم، روزنامه کیهان اومد داخل و من یه خبر کوچیک خوندم توی روزنامه کیهان. این مهر 1357. واقعا خبر کوچیک بود ولی بسیار بسیار پر اهمیت بود و اون اینه که ریچارد کاتون ملاقاتی با خمینی داشته و ارزیابی مثبتی از خمینی کرده. من موقعی که این خبر رو خوندم، من قبلا در امریکا بودم و صحبت‌های ریچارد کاتون رو در دانشگاه هاروارد و این برمورد توی سازمان دانشجویان هم گاهی اوقات میومد صحبت میکرد و میدونستم که این مأمور عالی رتبه CIA و به پاریس رفته و ارزیابی مثبت که از خمینی کرده. به بچه‌ها گفتم این خبر مهمیه، واقعا این داستان چیه؟ و بعدش که اومدم بیرون، جو بیرون رو که دیدم متوجه شدم که داستان چیه. البته قبلش از 1354 موقعی که سازمان مجاهدین تحریر موزه داد و بعد راست مذهبی که همین هیئت مؤتلفه کمونی باشه، یک دفعه به اصطلاح اون چیزی که میخواست به دستش اومد و یه دفعه همه ما که چپ بودیم یه دفعه نجس شدیم. یعنی در حقیقت فرزان حاجی عراقی بارها و بارها خود من به اتاقش به اصطلاح دعوت کرده بود، همین به اصطلاح هیئت مؤتلفه که الان به اصطلاح سران رساسی شدن، بارها تو اتاقشون برای نمونه به ایشکی از اعتبارت چایی کلکته درست میکرد. یه دفعه بعدش بعد از اینکه به اصطلاح این اتفاقات افتاد، اینا رو به اوین بردن، ساواکشون کار کرد و بعدش حاجی عراقی اومد. اون موقع منو تبعید کرده بودن به ارتباطی اول سال 55، آخر سال 55، اول سال 56. موقعی که حاجی عراقی وارد بند شد، غذا دیگه از دست ما نمیگرفت، از دست من فرزن. چطور یه دفعه ما نجس شدیم؟ خب، اینا به اصطلاح از اون موقع به نظر من قول قدرتگیری بهشون داده شده بود از طریق ساواک، که ساواک هم در واقع به اصطلاح یک شعبه از CIA بود و ما میدونیم که به اصطلاح این داستان. بنابراین ما باید ببینیم که خود جمهوری اسلامی چطور به قدرت رسید. داستانش چیه؟ ولی من از درون زندان مسائل رو دنبال کردم، بعدش متوجه شدم که در فرزن نجف چه اتفاقاتی افتاده که ریچارد کاتون هم به اصطلاح ملاقاتهایی با خمینی داشته و بعدش در پاریس بازم ملاقات داشته و مجموعه این مسائل چطور شد که به اصطلاح باعث قدرتگیری به اصطلاح ارتجاع مذهبی در ایران شد و این ارتجاع مذهبی که بوده در درجه اول حجتیه و واقعا و عرصبت که هیئت مؤتلفه که همون فدایان اسلام باشه، که فدایان اسلام هم شعبه ای از اخوان المسلمین بود در واقع. یعنی در واقع همه که اینها رو بغل هم که میذاریم، از اون موقع و از ابتدا من مشکوک به کل این قضیه بودم. میخواستم این رو به عزیزان، برای اینکه گفتم ما الان اگر بخوایم از امریکا به سیاستاش چیز بکنیم، انتقاد بکنیم، همینطور که عرض کردم به ما میگن غربگرا و طرفدار جمهوری اسلامی هستیم، در حالی که ما این تاریخ رو باید واقعا دنبال بکنیم و ببینیم خود امریکا و بلیج اسرائیل چه نقشی داشتن در قدرتگیری خمینی، که ما الان درست بسار تقریبا میشود گفت این اونو در مصر داریم، در تونس داریم، در لیبی داریم، در سوریه میکنم همین کار رو کنم. یعنی قدرت های اسلامی رو دارم به قدرت میرسن و بعدش علیه همین اون وقت در امریکا ببینید علیه مسلمین چه تبلیغاتی را بینید. یعنی تشنج به وجود آوردن از یه طرف جمهوری اسلامی افغانستان درست میکنه، جمهوری اسلامی ایران درست میکنه،
جمهوری اسلامی عراق درست میکنن، لیبی درست میکنن، هر شبات که مصر و تونس درست میکنن. از طرف دیگه اون وقت علیه مسلمین در امریکا ببینید چه تبلیغاتی علیهشون در روزنامه و تلویزیون ها همسال هم. یعنی در حقیقت کینه و دشمنی به وجود میارن و برای تشکیل. همه اینها، حالا این رو که عرض میکنم، باید اونهایی که به ما میگن غرب ستیز، اول باید بشه یا طرفدار جمهوری اسلامی، باید بشون بگیم که ماهیت خود این جمهوری اسلامی چیه و ما نظرمون راجع به جمهوری اسلامی چیه. این از یک طرفه که به نظر من اهداف بسیار بسیار ضد انسانی و پلیدی در پشت این قضیه بوده که عبارت باشه کشتن و نابودگری به اصطلاح هم چپ‌ها، هم مجاهدین، هم تارمار کردن نیروهای ملی و تمام به اصطلاح اونهایی که مخالفشون بودن در داخل. و بعد آغاز تحریک بین دولت عراق و به راه انداختن جنگ بین ایران عراق، برای اینکه به قول به اصطلاح مارتین ایندیک به اصطلاح که سیاستش اینه که به اصطلاح دول کنتینمنت، هم دولت عراق رو که داشت بالا میومد، هم دولت ایران رو داشت به اصطلاح بالا میومد، اینا هر دو رو به جون هم بندازن و به اصطلاح هر دو رو تضعیف بکنن برای به اصطلاح برای اینکه به حساب برنامه‌های خودشون رو پیش ببرن. و بعدش صدی باشه در برابر به حساب شوروی بیزن. و به نظر من بعد از اینکه تمام این برنامه‌ها پیاده شد و واقعاً هم چپ‌ها و هم مجاهدین قلب و قمع شدن، نیروهای ملی تارمار شدن، شوروی هم از هم پاشید و بعد جنگ ایران و عراق مدت 8 سال هر دوی اینا رو تضعیف کرد، بعد از فروپاشی شوروی، به نظر من تاریخ مصرف جمهوری اسلامی از نظر اینها به پایان میرسه و تضاد بین جمهوری اسلامی و امریکا و یارانش آغاز میشه، به ویژه با اسرائیل. بنابراین این تضاد رو باید ببینیم. تضادی که بین امریکا و جمهوری اسلامی وجود داره، ریشه ها و پایه هاش چیه و داستانش چیه و کل این قضایا چی هست؟ از یک طرف بنابراین ما میدونیم خودشون به نوعی واقعا جاده صاف کن قدرت گیری این جمهوری اسلامی شدن. دلیلش هم خیلی واضحه. اگر ما سیاست های امریکا رو در همون پالیسی پلنینگ دنبال بکنیم، میبینیم که به طور کلی نیروهای ترقی خواه و دموکراتیک و به ویژه ملی نباید من واقعا به عزیزان پیشنهاد میکنم دو کتاب واقعا فوق العاده آموزنده است، یا سه کتاب. یکی All Fall Down که گری سیک نوشته، که اون موقع به اصطلاح رئیس میز ایران در کاخ سفید در زمان به اصطلاح کارتر بود، این یکیه که واقعا باید خونده بشه. یکی کتابیه که رابرت درایفوس نوشته، Devil's Game یا بازی شیطانی به حساب، یه مقدارم ترجمه شده به فارسی فکر میکنم ترجمه شده باشه، که تمام به حساب ترانزیشن، یعنی به حساب انتقال قدرت از شاه به خمینی رو تقریبا به طور دقیق به حساب باز میکنه و نقش به حساب دستگاه های امنیتی امریکا و اسرائیل رو کاملا باز میکنه. و کتاب تریتا پارسی که این همه بهش حمله میشه، به نظر من اتفاقا تریتا پارسی در کتاب The Treacherous Alliance یا به اصطلاح اتحاد خائنانه، در واقع بحثش در این کتاب عبارت از اتحاد خائنانه بین جمهوری اسلامی و اسرائیل و امریکاست. برای اینکه تریتا پارسی میدونیم پی اچ دیش در حقیقت تزش این بود که راجع به این قضیه بره تحقیق بکنه و در میزه مسافرات های متعددی هم به ایران، هم به اسرائیل و هم به امریکا که خودش الان در جانز هاپکینز هستش داشته و در حقیقت با سران هر سه کشور مصاحبه های بسیار مفصل در حدود 164 نفر رو به حساب مصاحبه و بر پایه اون تز دکتراش رو می‌نویسه و بعد به اصطلاح روایت گسترده‌اش این کتاب Treacherous Alliance. اینو باید بخونیم که در حقیقت ما باید ببینیم که پروسه انتقال قدرت از شاه به خمینی چی بوده. اگر ما این رو چیز اون وقت به ریشه های تضادی که بین جمهوری اسلامی و امریکا وجود داره پی میبریم، یعنی باید همه اینها رو به حساب جنبه های تاریخی شما دریابیم که ببینیم اهداف امریکا چیه و اهداف جمهوری اسلامی چیه. هر دوی اینها رو در حقیقت ما باید تحلیلی ازش داشته باشیم.
امریکا در حقیقت هدفش این بوده که بعد منطقه خاورمیانه این اصلا 1973 موقعی که قیمت نفت رفت بالا عزیزان نوشته های کیسینجر رو و آخرین صحبتاش هم که در یه هتل مجلل در نیویورک داشته عزیزان برم دنبال بکنن. هدف عبارت از اینه که تسلط بر نفت خاورمیانه است که در حدود 60-70% از کل مخازن نفت در اونجاست و ما میدونیم به قول کیسینجر کسی که بر نفت تسلط داشته باشه بر جهان تسلط داره. به قول خودش میگه اگه کشورها رو میخواید کنترل بکنی نفت رو کنترل کن، مردم رو اگه میخواید کنترل بکنی غذای جهانی رو کنترل بکنی. این تزیه که به حساب کیسینجر از 1970 داشته به بعد و در نتیجه از اون زمان به بعد هدفشون عبارت از این بوده و البته یکی از عواملشون هم دولت اسرائیل هستش که به حساب برای از بین بردن ناسیونالیسم عرب به حساب براشون فوق‌العاده کار کرده و البته اسرائیل بزرگ. بنابراین اینا اهدافشون از نظر ژئوپلیتیک و از نظر اقتصادی کاملا آشکاره، تسلط بر منابع نفت و تسلط بر اون منطقه است. جمهوری اسلامی از ابتدای بنیان‌گذاریش خدمات عظیمی واقعا به امریکا کرده، از نظر داخلی همینطور که عرض کردم قلعبا نیروهای هم چپ هم مجاهد و هم تارمار کردن نیروهای ملی و سرکوب در داخل بوده، از نظر خارجی در واقع تحریک عراق بالاخره و در نتیجه حمله عراق و ما میدونیم بعد از 2 سال جنگ هم عراق قبول کرد که صلح بکنه، هم کشورهای عربی حاضر شدن 40 میلیارد بدن، هم سازمان ملل ولی خمینی قبول نکرد و 6 سال دیگه جنگ رو ادامه داد خائنانه. بنابراین این خواست واقعا از اون چیزایی که واقعا هم امریکا و اسرائیل میخواستن و در نتیجه خدمات بزرگی کرده. ولی در این حال جمهوری اسلامی یک چیز زیر بارش نرفت و اون هم تسلیم کامل به امریکاست. عزیزان این نکته‌ایه که من میخوام حالا به ما میگن که شما ایدئولوژیک صحبت میکنید ولی این پایه در واقعیت داره. سیستم سرمایه داری سیستم سلطه و تابعیت، اینو من نمیخوام وارد تئوریش بشم، در سطح کارگاه یعنی در سطح مایکرو، ولی در سطح ماکرو یعنی در سطح جهانی دقیقاً همینطور رابطه سلطه و تابعیت. یعنی امریکا دولت‌هایی میخواد مثل عربستان، مثل اردن، مثل امارات متحده، مثل کویت که موقعی که فرضاً فلان مأمور وزارت خارجه موشی رو برمی‌داره سمعاً و طاعاً باید باشه، چه در سازمان ملل برای رأی‌دادنش، چه فلان تصمیم اقتصادی، چه فلان تصمیم سیاسی و غیره و غیره. سمعاً و طاعاً، یعنی سلطه باید کامل باشه. اگر سلطه کامل نباشه قابل قبول براشون نیست. قذافی درست دیکتاتور بود ولی از عربستان بدتر بود، ولی زیر سلطه کامل نبود. بشار اسد به همین ترتیب زیر سلطه کامل نبود ولی از شیخ کویت بدتره. عزیزان نگاه کن و به همین ترتیب جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی دو چیز رو به امریکا نداره با اینکه خدمات عظیمی کرده. فرضاً امریکا برای اشغال عراق و افغانستان اگر کمک جمهوری اسلامی نبود نمیتونست این دو کشور رو به همین سالی اشغال بکنه. کمک مستقیم جمهوری اسلامی که تونست این دو کشور رو اشغال بکنه. ولی بعد اینها به نفع جمهوری اسلامی تموم شد، یعنی دو تا دشمن جمهوری اسلامی از پیش پا برداشته شدن. ریلوه امریکا متوجه شد که به جایی که تضعیف بشه حالا یه مقدار تقویت هم شده به زیر بارم نمیگه. بنابراین ریشه در واقع تضادی که بین امریکا و جمهوری اسلامی هست باید ما تشخیص بدیم. یک به اصطلاح رابطه بسیار پیچیده است و این سادگی نیست. به این دلیله که الان در واقع شاخشونه میکشن و عرصه که حالا از کی بنابراین این تضاد آغاز میشه و جنگ از کی آغاز شد. من به عزیزان میتونم به اصلاح اینا رو با اینکه در برنامه من مطرح کردم
ولی حق میتونم برای عزیزان اگه فرصت باشه باز بکنم که چه ملاقات هایی بین دولت اسرائیل و دولت امریکا بوده و اینا چه برنامه هایی برای از پادر بردن در حقیقت دولت ایران یعنی به سال رژیم چینج داشتن که از طریق خرابکاری، از طریق انفجارات، از طریق توطئه، از طریق کشتن دانشمندان و غیره و غیره. یعنی در حقیقت ما میدونیم که اخیراً و بعد از اینکه در واقع اصطلاح تضاد بین این دوتا بالا گرفته اینها در صدد رژیم چینج در ایران هستند. و حالا یه نکته دیگر هم میخوام عرض بکنم به عزیزان و اونم عبارت از اینه که بعد از اینکه اینها رفتن عراق گرفتن، افغانستان هم گرفتن، ولی خزینه فوق العاده سنگینی و در نتیجه مبارزات ضد جنگ در امریکا بالا گرفت. اوباما که اومد به نظرم میگه که از کارهای فوق العاده در حقیقت داهیانه از دید خودشون هیئت حاکمه بود که این فرد افریقایی تبار و فصیح و بلیغ رو به جای جوزف بوش رو برد برای که هم از نظر داخلی بتونه جنبش سیاه‌پوستان رو از بین ببره، جنبش لاتینوها رو، جنبش ضد جنگ رو و به تدریج در حقیقت هم اروپا رو متحد خودش بکنه، هم سازمان ملل رو در حقیقت کاملا زیر سیطره‌اش بگیره و هم کشورهای جنوب خلیج فارس رو. و اینها تصمیم گرفتن که در حقیقت از این بهار عربی استفاده بکنن و قذافی رو بندازن و ما میدونیم در لیبی چه اتفاق بیفته. یعنی در حقیقت اونهایی رو که تربیت کرده بودن زیر نظر عرصه‌ای که بلک واتر و امثال هم در امارات متحده عربی آوردن از طریق مصر و با بمباران این ناتو چطور رفتن به طرابلس رو گرفتن و این یه پیروزی بزرگ براشون بود برای اینکه مثل عراق و افغانستان بهای سنگینی نپرداختن. از اون موقع به بعد متوجه شدن که میتونن از همین مسئله در مورد سوریه و ایران هم استفاده کنن. بنابراین میرسیم در واقع به هفته‌های اخیر الان و بعد از اینکه به اصطلاح پیروزی به زخم خودشون در لیبی به دست آوردن. بنابراین اصلا سیاستشون به این ترتیب که در سوریه میخوان این کار رو بکنن و در ایران هم در واقع داستان هم. حالا در سوریه یک سلسله بهانه ها دارن و در ایران مسئله اتمیه، مسئله فلسطینه و غیره و غیره و بمیشه مسئله اتمی. من میخواستم چند تا تذکر راجع به این قضیه بدم برای اینکه مقالات متعددی بیرون اومده که مشکل اساسی بین امریکا و ایران مسئله اتمی ایران. و عزیزان فقط من یادآوری بکنم که آقای خاتمی موقعی که اومد سر کار به مدت 2 سال تمام برنامه های اتمی رو تعطیل کرد. به جای بسار clash of civilization این بسار کشاکش فرهنگ ها تعامل فرهنگ ها رو بود. کتاب الکسیس دکتر کبیر رو راجع به دموکراسی امریکا ترجمه کرد و با 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 و دست دوستی واقعا به امریکا براز کرد و اومد خودش به امریکا و گفت که بسیار صلح و صفا بینمون باشه. آیا واقعا امریکا این کار کرد؟ ما میدونیم که 5 به علاوه 1 اومد به مدت 2 سال بعد از اینکه ایران تمام اینها رو متوقف کرد ولی امریکا نیومد، شرکت نکرد و بالاخره با شکست رو بوده بکرد. یعنی تمام شواهد من به عزیزان پیشنهاد میکنم که به صحبتهای دکتر سهیمی که واقعا 10 مقاله راجع به مسئله اتمی ایران نوشته عذر میخوام که من یکم سوال میتونی کشید عزیزان بخونم و ببینن که چطور مسئله اتمی واقعا نمیدونه فرقیه. بنابراین مسئله امریکا در واقع تغییر رژیم در ایران. چرا ما مخالف دموکراسی هستیم؟ به خاطر جمهوری اسلامیه؟ اتفاقا برعکس با نظرم اینه که جمهوری اسلامی 100% باید تغییر بکنه و سرنگون بشه. بحث ما فقط یک چیزه با اون عبارت از اینه که این کار باید به دست توانای مردم ایران انجام بشه و هر گونه دخالت خارجی اتفاقاً سرنگونی جمهوری اسلامی را عقب می‌اندازه. به نظر من مهمترین مسئله اینه که
دخالت خارجی، تهدیدهای امریکا، تهدیدهای اسرائیل فقط و فقط به نفع حکومت و به ضرر جنبش دموکراتیک ایران و اینا ضربات بزرگی به جنبش دموکراتیک ایران زد. بنابراین بحثی که ما به اونا داریم که میگن مشکل و اصلاح چیز ارزشات جمهوری اسلامیه، جمهوری اسلامی مشکل مردم ایران، مشکل امریکا نیست، مشکل مردم ایران، مردم ایران رو داره سرکوب میکنه. به این مردم ایران هم که باید از پا درش بیارن و داشتن از پا درش میگوردن، در حالی که همون زمانی که جنبش دموکراتیک و سبز ایران آغاز شد، نامه فدایت شما آقای اوباما به خامنه ای نوشت. و بارها من میتونم مثال های زیادی بزنم که هر وقت که جنبش اعتراض داشته پیدا میکرده و واقعا نزدیک به سقوط رژیم بوده، اینا چطور دخالت کردن برای ضربه زدن به جنبش و حالا میخوان آلترناتیو خودشون در بیرون درست بکنن. بنابراین سیاستی دیگه میخوان چیز بکنن که در واقع مثل لیبی و یا مثل سوریه نمیذارن جنبش دموکراتیک و اصیل درونی بیاد به این رژیم های دیکتاتوری رو بندازه. میخوان آلترناتیو های خودشون رو بر سر کار بیارن. و در نتیجه به نظر من با این پیش زمینه تاریخی و با این چیزی که من همینطور که عرض کردم یادداشتی نداشتم، یه مقدارم صحبتم طولانی شد، عذر میخوام. عرض شد که ما با تمام قوا باید علیه جنگ، برای اینکه جنگ به قول جان پیلچر، خود جنگ تروریسمه، ما باید علیه جنگ و علیه تمام این به اصطلاح تهدیداتی که امریکا به اسرائیل علیه کشورمون میکنه باید به اصطلاح مبارزه بکنیم. اگر اینها در حقیقت مثل شمشیر دموکلس اینا عمل میکنه که به نفع رژیم و به ضرر جنبش هست اینا برداشته بشه، جنبش دموکراتیک ایران دوباره اعتراف پیدا میکنه و اونه که واقعا رژیم رو میتونه واقعا تغییر بده و سرنگون بکنه. من صحبتم رو اینجا تمام کنم.